سازمان جهانی بهداشت با انتشار پیامی توییتری از شیوع بیماری های سرخک و فلج اطفال در یمن خبر داده و بر لزوم واکسیناسیون فوری در این کشور تاکید کرد این نهاد وابسته به سازمان ملل در پیام خود ضمن اعلام اینکه بیش از 80 درصد کودکان مبتلا به سرخک در یمن واکسن این بیماری را دریافت نکردهاند تاکید کرد که در این کشور جنگ زده به واکسیناسیون فوری نیاز دارند بدون آنکه جزئیات بیشتری در این باره ارائه دهد این در حالی است که بر اساس گزارش های دولتی یمن به ویژه مرزی سعده و هجه در شمال غرب این کشور که تحت کنترل جنبش انصار الله هستند در این اواخر شاهد بروز موارد ابتلا به فلج اطفال و سرخک بودند در حالی که دولت وابسته به عربستان در یمن و برخی سازمان های حقوق بشری انصار الله را به ممنوعیت واکسن در شمال این کشور و شیوع دوباره بیماری های مانند فلج اطفال و سرخک متهم می کنند این جنبش تاکید کرده که کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی باعث شیوع بیماری در مناطق پرجمعیت تحت کنترل آن می شود